تاریخ تکرار می شود، شبان روز تکرار می شود. ای کاش زندگی ما هم تکرار می شود. زمان ما تکرار نمی شه. حواستون جمع کنید. اما ماهواره ها اجرامی هستند که وقتی دارن دوران می کنن طوری طراحی می شن که در یک زمان مشخص یه دور کامل بزنن برگردن سر جای اولشون. مدت زمانی که طول میکشه تا یک ماهواره یک دور کامل بزنه رو بهش میگن دوره تناوب. راستی چه جوری میتونیم دوره تناوب رو به دست بیاریم؟ ای کاش همه بچه‌ها حرف منو گوش میکردن، یه جا رو مبنا میگرفتن و تمام روابطی که دوست دارن رو خودشون به دست میآوردن تا هیچ وقت یادشون نره و بتونن ادعا کنن ما فیزیک یاد گرفتیم. توجه کنید، فرض کنید یک ماهواره‌ای در مداری تقریبا دایره‌ای شکل به دور زمین در حال چرخش هست. شعاع زمین آر ای، ارتفاع سطح زمین هاش، تنها نیروی وارد بر اون ام جی. بسیار خوب، اگر من بخوام دوره تناوب رو حساب کنم باید برم دوره تناوب رو توی چی بگردم دنبالش؟ توی اومگا، سرعت زاویه‌ای که 2π بود. پس من اولین کاری که انجام میدم میگم سرعت خطی دوران رادیکال جی ام ای تقسیم بر آر. ما در دایره یاد گرفته بودیم که سرعت با سرعت زاویه‌ای، سرعت خطی با سرعت زاویه‌ای تنها رابطه‌ای که داره وی مساویس با آر اومگا، و اومگا یعنی 2π. حالا اگر طرف اول این دوتا با هم برابره طرف دومشون هم میتونم مساوی هم بذارم، یعنی جای اومگا بنویسم 2π، اینها رو مساوی هم قرار بدم، میشه آر 2π مساویس با رادیکال جی ام ای تقسیم بر آر. شما چی رو میخواید حساب کنید؟ میخواید دوره تناوب رو به دست بیارید. بهترین کار ممکنه که طرفین رو به توان دو برسونیم. ببینیم چی به دست میاد. آر 2 4 پی 2 تقسیم بر تی 2 جی ام ای تقسیم بر آر. یه طرفین وسطین ساده انجام بدید، تی 2 برابر میشه با 4 پی 2 تقسیم بر جی ام ای آر به توان 3. نکته‌ای که در اینجا من میخوام شما بهش توجه کنید اینه، مجذور دوره تناوب شما با مکعب شعاع دورانتون رابطه مستقیم داره، یعنی تی 2 متناسب است با آر 3. این قانون رو اصطلاحاً بهش میگن قانون کپلر. پس بچه‌ها البته در ستاره شناسی ما این رو داشتیم که الان برای ماهواره ها داریم به کار میبریم، میگیم مجذور دوره تناوب یک ماهواره با مکعب شعاع دوران آن رابطه مستقیم دارد. آیا ما برای حساب کردن دوره تناوب الزاماً باید این رابطه رو حفظ باشیم؟ تا حالا تستایی که تو کنکور سراسری اومده بیشتر نسبت رو میخواسته. فقط دقت داشته باشید، تی دوره تناوب، آر شعاع دوران هست، ام ای جرم زمینه، البته به شرطی که به دور زمین بچرخه، اما اگر به دور یک سیاره دیگه غیر از زمین در حال دوران بود باید جرم اون سیاره رو قرار بدیم. برای نمونه دوره حرکت یک ماهواره به دور زمین چقدر باشد تا همواره در یک نقطه در بالای خط استوا باشد؟ ببینید من میام یه سوال از خودم میپرسم، یه تلسکوپ معمولی دارم آماتور، بعضی وقتا شبا میرم پشت بوم با آسمون نگاه میکنم، خیلی قشنگه، توصیه میکنم شما این کار رو انجام بدید. در بالای سر خودم یه ماهواره‌ای رو میبینم، هر وقتی ما رفتیم پشت بوم اونجا نگاه کردیم اونم اونجاست، تکون نمیخوره. آیا میتونم بگم که اون ماهواره ساکنه؟ مگه میشه؟ هیچ ماهواره‌ای نمیتونه ساکن بمونه. پس چرا همیشه بالای سر من دیده میشه؟ بچه اگر قرار هست شما ماهواره‌ای طراحی کنید که در یک نقطه ثابت بمونه، معنا و مفهومش اینه که با زمین داره با هم دوران میکنن. پس زمانی که در یک نقطه در آسمان ماهواره‌ای به نظر ساکن اومد، بدونید دوره تناوبش با دوره تناوب زمین با هم دیگه یکی هستن، یعنی معادل یک شبانه روز. پس به عنوان یک نکته این رو به خاطر بسپاریم، در دوران وقتی دو جسم نسبت به هم ساکن به نظر میرسن که دوره تناوب یکسان داشته باشن، پس گزینه درست گزینه شماره 2 میشه. اینم نکته بسیار مهمی هست، اگر در آسمان جرمهایی رو مشاهده کردید که ظاهرا حرکت ندارن، بدونید شما هم با همون دوره تناوب در حال حرکت هستید، یعنی دوره تناوب شما و دوره تناوب ماهواره با هم برابره، ما هم که با زمین داریم دوران میکنیم، پس دوره تناوب یک شبانه روز خواهد شد. ماهواره‌ای در مدار دایره شکل به شعاع آر به دور زمین میچرخد و دوره حرکت آن تی است. اگر فرض کنیم همین ماهواره به دور سیاره‌ای که جرمش 4 برابر جرم زمین باشد در مداری به شعاع 2 آر دوران کند، دوره حرکتش چند برابر تی میشود؟ دقت کنید بچه‌ها، اینجا دو تا ماهواره رو داره مثال میزنه که دور زمین نمیچرخند بلکه به دور دو تا سیاره دیگه هستن که جرماشون با هم فرق داره، یکیشون زمینه یکیشون 4 برابر زمین هست. بنابراین
اگر من رابطه دوره تناوب که تی دو مساویس با 4 پی دو بر روی جی ام ای آر به توان 3 رو بنویسم و بخوام نسبت براش تعریف کنم، حاصل میشه تی دو به تی یک به توان 2 مساویس با ام یک به ام 2 ضرب در آر 2 به آر 1 به توان 3. چی شد؟ آها، دارید میپرسید اما چی هن؟ جرم ماهواره؟ نه نه نه، دوره تناوب مثل سرعت ماهواره به جرم ماهواره بستگی نداره. اینها جرم سیاراتی است که به دور اون داره میچرخه. مثلا جرم شماره یک ما در واقع سیاره شماره یک هست، سیاره اول که اینجا زمینه، و جرم شماره دو ما جرم سیاره دوم رو داره تعریف میکنه. حالا تو این مسئله ما در واقع این اطلاعات رو داریم: شعاع مدارمون آره، جرم سیاره اولمون زمینه، دورش هم تیه. ماهواره بی به دور یه سیاره دیگه که 4 برابر جرم زمین رو داره در یک مدار دو آر داره میچرخه. حالا از ما خواسته تیش چند برابر شده. من نسبت رو میام مینویسم تی دو به تی مساویس با به جای ام یک ام ای 4 تا ام ای 2 تا آر با آر، آرها با هم ساده میشن، 2 به توان 3 برسه میشه 8، 8 تقسیم بر 4 میشه 2. ولی یادتون باشه این الان توان 2 شده 2، پس اگر از طرف این جذر بگیریم تی 2 به تی برابر است با رادیکال 2، یعنی دوره تناوب ماهواره دوم ما رادیکال 2 برابر دوره تناوب ماهواره اول شده. به همین راحتی مسئله حل شد. ماهواره‌ای در فاصله آر ای از سطح زمین در یک مدار دایره‌ای به دور زمین می‌گردد. اگر آر ای شعاع زمین و آر شعاع مدار ماهواره و جی شتاب جاذبه در روی زمین باشد، دوره گردش ماهواره در SI کدام است؟ خب ببینید بچه ها، یک ماهواره رو در نظر گرفته که دور زمین در حال حرکت هست، دوره تناوبش رو از ما خواسته، منتها بر اساس یک پیش‌فرض‌های این سوال رو مطرح کرده. یعنی دوره تناوب رو بر اساس فرمول نخواسته، بلکه گفته اگر شما دوره تناوب رو بر اساس شعاع دوران ماهواره و شتاب گرانش در سطح زمین بخواید بنویسید، شبیه کدام یک از گزینه‌ها خواهد شد؟ پس به نوعی ما میخواییم یکی از این گزینه‌ها رو بسازیم. اینها فرمول نیستن. ما چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ میایم ابتدا یه شکل میکشیم، داده ها رو مشخص میکنیم. ماهواره مورد نظر من در یک ارتفاعی به اندازه آرئی از سطح زمین قرار داره، یعنی شعاع ماهواره من دو آر میشه. نیروی هم که بهش وارد میشه نیروی وزن هست. لذا وقتی من میخوام دوره تناوب رو به دست بیارم، باز از راه سرعت میرم، میگم وی مساوی با رادیکال جی ام ای تقسیم بر آر، یعنی راه اصلی رو میرم. از طرفی میدونیم وی مساوی با آر اومگا، میدونیم جای اومگا دو پی تی اوم قرار بدیم، اینها رو مساوی هم قرار دادم. حالا قبل از اینکه بیام به توان برسونم و برم اون قانون کپلر رو اثبات کنم، میگم خب من که نمیخوام قانون کپلر رو به دست بیارم، که من میخوام چیکار کنم؟ میخوام ببینم که دوره تناوب شبیه کدوم یک از گزینه‌های من میشه. به گزینه‌ها یه نگاهی میندازم. زیر رادیکال دو گزینه هیچ کدوم جی ام ای نداریم، پس ما میتونیم جی ام ای رو ورداریم، معادلش رو از این رابطه جی گرانش در سطح زمین مساویس با جی ام ای تقسیم بر آر ای به توان 2، این جی ام ای رو به دست بیاریم، یعنی آر ای ضرب در جی، و بیاریم توی رابطه قرار بدیم. دیگه چی؟ شعاع مدار ماهوارمون هم برابر است با آر ای به علاوه آر میشه 2 آر. پس من میام یه کاری میکنم، به جای آر در بیرون 2 تا آر ای میذارم، به جای جی ام ای هم جی ضرب در آر ای به توان 2. علل حساب اینو ساده کنیم ببینیم چی به دست میاد. آر ای به توان 2 میاد بیرون، آر ای با آر ای ساده میشه، یه طرف این وسطه میکنیم، تی برابر میشه با 4 پی رادیکال آر جیوم. در واقع گزینه درست 4 پی رادیکال آر بر روی جی است. شاید دانش آموزی از من سوال کنه، شما چرا به جای آر دو تا آر ای گذاشتید اما آر ای که زیر رادیکال قرار داشت رو دست نزدید؟ من به گزینه ها نگاه کردم، دیدم توی گزینه هام دو تا از گزینه ها زیر رادیکال آر کوچیک داره، پس دفعه اول جاگذاری نکردم، ولی بیرون نداشتیم مثلا آر کوچیک، اونو جاگذاری کردم که با هم ساده بشن. حالا اگه رفتم چیزی که به دست آوردم تو گزینه ها نبود، مجددا زیر رادیکال جای آر کوچیک می اومدم دو تا آر ای میذاشتم، ولی خوشبختانه جواب به دست اومد و این جواب مسئله ما هست. حرکت ماهواره ها جز مباحث بسیار مهم حرکت دایره ای هست، ولی خوشبختانه سوالایی که میدن خیلی از سطحی که بهتون گفتم خارج نخواهد شد. موفق و پیروز باشید.